چند بار شنیدید که یه نفر در نوع خودش بی‌نظیر باشه؟ قطعاً ما خیلی از این کلمه استفاده کردیم، اما امروز می‌خوایم کسایی رو نشونتون بدیم که معنای واقعی بی‌نظیر رو به ما نشون میدن. اگه اونا رو تو جمع ببینید میشناسیدشون، چون اگه عضو کانال بشید در این ویدیو بیشتر باهاشون آشنا میشید. پس بزنید بریم. 12 انگشتی‌ها. معمولاً منظورمون از یه شخصیت بی‌نظیر یه صخره‌نورد حرفه‌ای یا یه هنرمند عجیب یا یه ژیمناستیکار فوق‌العاده انعطاف‌پذیره. اما چیزی که ما پیدا کردیم نه یکی، نه دوتا، نه ستا، بلکه کل اعضای خانواده بزرگ دسیلوا در برزیله که از 23 نفر اونها 14 نفرشون هر دستشون 6 تا انگشت داره. به نظر یه مشکل ریاضیاتی میرسه که اسمش پولیداکتیلیه، یعنی پرانگشتی. تمام اعضای خانواده دسیلوا دوچارش هستند که این به ندرت اتفاق میفته. این ویژگی خانواده است و همه سعی میکنن ازش به بهترین شکل استفاده کنن. برای مثال برای گرفتن توپ در پست دروازه‌بان یا نواختن پیانو یا خیلی کارهای دیگه. در واقع خانواده دسیلوا این ویژگیشون رو خیلی دوست دارن و خیلی براشون مهم نیست که فرزندشون دختر باشه یا پسر، مهم اینه که 12 انگشتی باشه. اشک‌های کریستالی. این داستان تقریبا مال چند سال پیشه، اما هنوز هم مردم به اون علاقه نشون میدن که چرا یه دختر اشکاش کریستالیه. ما در یک فیلم اعجاب انگیز نیستیم. هازنا موسلامایی، یه دختر سوریه‌ای در سن 12 سالگی مقابل لنز دوربین قرار میگیره، چون هر روز کریستال‌های تیز برنده‌ای از چشماش خارج میشد. این کریستال‌ها میتونستن به سادگی خراش عمیقی رو روی چیزی ایجاد کنن، اما چشمای این دختر خوششانس بودن که سالم موندن. اولین باری که این اتفاق افتاد، درد زیادی داشت و مادرش اونو به بیمارستان برد که دکتر 3 کریستال یا خورده شیشه رو در چشماش پیدا کرد. گفتنش سخته که اولش چه اتفاقی افتاد. دکتر فکر کرد که این شیشه یه که پدرش نزدیک صورتش شکسته بود. اما یک ماه کامل از اون روزی که اولین اشک کریستالی هازنا چکید گذشته بود. هازنا متوجه چیزی نشده بود؟ تصور کنید وقتی یه ماسه ریز به چشمتون بره چه حالی میشید؟ حالا تصور کنید یه تیکه شیشه یا گلدون در اون فرو بره. کسی میتونه حدس بزنه که چی به سر چشمش میومد؟ ملوان زبل. طول ساعد جفتابا 12.29 اینچه. این ورزشکار میتونه یه توپ بسکتبال در هر کدوم از دستاش نگه داره و بازوهای بزرگش خیلی شبیه کارتونهای کمدی ملوان زبله، البته بدون پیپ و اسفناج. نام مستعار رسمی دیویس ملوان زبله که باعث ناراحتی کسی نمیشه. نام مستعار دومش آناکونداست. اون مردی با استعدادهای زیادیه. چیزی که من میتونم بگم اینه که با وجود اینکه بازوهای جف خیلی بزرگه، هیچ کدوم از علائم بیماری غول‌پیکری در آزمایشاتی که پزشکاش تایید کردن دیده نشده. جف وقتی به دنیا اومد قوی بود و با اینکه بچه بود تونست بیسته. البته این منطقیه که با چنین بازوهایی مچ‌انداز باشن. این دقیقاً کاریه که دابا کرد. دست‌های بزرگ و بازوهای قویش مزیت‌های جدی اون هستن. با این وجود اون به مدت طولانی مچ‌اندازی نکرد. ملوان زبل کارهای خونگی مثل بریدن چوب و نگهداری از حیوانات رو انجام داد. به طور همزمان مهارت‌های ضروریش رشد کردن و اخیراً شروع به آموزش اونها در دنیای واقعی کرده. پیتر پن. برای این بخش ما دو انتخاب پیتر پن و بنجامین بانتن داریم و حالا قرار شما بفهمید چرا. تامی اسلاف در پایتخت کرواسی زاگبرگ زندگی میکنه. اون یه مرد بالغه، یه متخصص آیتی و حتی کمی بازیگر. تامی اسلاف به نظر 12 ساله میاد، با این وجود اون در واقع 26 سالشه و یا بهتر بگیم ظاهر پسر بچه‌ای رو داره که هر لحظه ممکنه مادر عصبانیش از راه برسه و توماس رو میفرسته سر درسش. این آدم جوونیش رو مدیون نقص قده هیپوفیزشه که کاملا رشدش رو کنترل میکنه و در مغزش جایی برای پیری وجود نداره. اما انگار تامی اسلاف دلسرد نشده و از ظاهر غیر معمولیش ممنونه. اون نقش‌های کوتاهی در پیتر دینگلیچ و سری بازی‌های تاج و تخت داشت. زبون هیولایی. گاهی اعضای بدن انسان کارهای عجیبی می‌کنه. احتمالاً می‌دونید که پشت زبونتون چه شکلیه. منظورم اینه که اگه گوشیتون رو پایین بگیرید و دوربین پایین رو روشن کنید، می‌تونید ببینید زیرش چه شکلیه.
چینهای کوچیکی روی قشای بزاقی هر دو طرف وجود داره که عمدتاً بسیار ریزن، اما بعضی اوقات بدن شکست میخوره. این نگران کننده و خطرناک نیست، اما به نظر عجیب میاد. بعضی افراد قدرت بزاقی خیلی ریزی زیر زبونشون دارن که به نظر میاد جفت باشن. میتونه 4 تا یا بیشتر باشه و مثل شاخک روی زبون فرد رشد میکنه تا وقتی که اونها شروع به حرکت کنن. لازم نیست بترسید، حتی اگه چنین چیزی دارید. این کاملا یه بافت طبیعی باقی مونده است که روند رشدش روی زبونتون کامل نشده. ساده است. بهترین چاکلت جیپ کوکی. یه مدعی کوچیک. این دختر خودش این اسم مستعار رو ساخته و به نظرمون هوشمندانه است. چرا؟ میخواییم شما رو با دختری آشنا کنیم که اسمش ماریکاست و با خالهای مادرزادی ملانوسیتیکش زندگی میکنه. این بیماری خیلی نادره. از هر 500 بچه در دنیا یکی از اونها به این بیماری مبتلاست. نگاه کردن به ماریکا و فکر کردن در مورد بیماریش کافیه. این دختر خالهای مادرزادی زیادی داره و بعضی از اونها خیلی بزرگه. بعد از به دنیا آمدن ماریکا، اون تحت نظر 7 متخصص پوست رفت تا بتونه فقط زنده بمونه. میتونید تصور کنید خودش و والدینش چه فشار روحی رو تحمل کردن. هنوز هم ماریکا دچار این سرطانه، اما این تنها مشکل نیست. برای دختر پذیرش این ظاهر خیلی سخت بود. وقتی شبیه دیگران نیستی، فکر کردن به این که بدتر از بقیه ای آسون تره. اما ماریکا این کار رو نکرد. اون خودش رو یه مدل میدونه و شاید هم بهترین چاکلت جیپ کوکی. اون به تنهایی یه بچه رو بزرگ میکنه و از زندگیش لذت میبره. درست مثل بقیه آدم ها که سعی میکنن خودشون دوست داشته باشن. ماریکا هم سعی میکنه شاد باشه. طرفدارانش اغلب میگن زیبایی اندازه، رنگ یا شکل خاصی نداره و به نظر درسته. خانم ریشدار. داستانهای زیادی از آدمهای بی نظیر وجود داره که خودشون و ویژگیهاشون رو پذیرفتن. میدونید چیه؟ این خیلی مهمه که آدم خودشو دوست داشته باشه. و داستان دختری به نام هارنانکار دلیل بزرگیه که حالا نان رو تبدیل به یه مدل و فعالی کرده که در تمام دنیا شناخته شده است و مورد تحسین سخنگویان انگیزشیه که میتونه کاملا زندگیتون رو تغییر بده. خیلی ممنونم. میخوامتون. حتی تماشاچی‌هایی رو که در اطرافم فقط تشویق کردن. یه دختر با اعتماد به نفس، اما اون از اول اینطور نبود. در سن 12 سالگی کار دچار بیماری جدی شد که باعث شد سطح آندروژنش بالا بره. به عبارت دیگه دختر دچار هورمون‌های مردونه زیادی در بدنش شد. به همین خاطر موها رشدشون در همه جای بدن و صورت کار شروع شد و خیلی ضخیم بودن، طوری که اون میتونست برای مدت طولانی ریش بذاره. دختر موهاشو میزد و به خاطر ظاهرش خجالت میکشید، و اما با رشد کردنش شرایطش و خودش رو پذیرفت. البته نه خیلی سریع، این خیلی طول کشید، ولی در نهایت تونست عاشق بدنش و ریشش بشه. پس ریش داشتن هم خوبه. پهن‌ترین زبان. خیلی خوب، سریع امتحان کنید. میتونید زبونتون رو به بینیتون برسونید؟ به چونتون چطور؟ مراقب باشید فکتون رو نشکنید. اگه نتونستید نگران نباشید. بایرن اسکلنکر هم نتونست. اما زبون اون پهن‌ترین زبون دنیاست. 3.38 اینچ. و این یه توانایی بیمعنیه. ما باید بگیم به احتمال زیاد کسی جای بایرن رو نمیگیره. خب شما میتونید بستنی رو بیشتر لیست بزنید. ممکنه شما بشقابتون رو لیست نزنید و با آب بشوریدش و میتونید تمرهای بیشتر یا پاکت نامه ها رو بچسبونید. بنابراین توانایی بایرن هنوز کشف نشده. بلندترین ایگور. برداشت شما از کلمه ایگور چیه؟ شاید 2 گزینه وجود داشته باشه. اینکه یا اسم یکی از دوستانتون ایگوره، یا یه شخصیت شرور یا یه نابغه دیوونه. باید از هالیوود، ون هسلینگ، ویکتور فرانکشتاین و دیگران ممنون باشیم. اما قهرمان ما اصلا شبیه یه دانشمند دیوونه نیست، حتی یه ذره. ایگور وان کینسکی بلندترین مرد در آمریکاست. قدش حدود 7.97 فوته. این خیلیه. دیگه نگاه کردن به ایگور و فکر کردن به این که اون چقدر از یه فرد عادی بلندتره کافیه. اون تمام ویژگی‌های یه فرد غول‌پیکر رو داره. والدینش کاملا نرمالن، اما قده هیپوفیز اون نرمال نیست. وقتی ایگور بچه بود، این قده شروع به ترشح زیادی کرد و همین خاطر رشدش سریع اتفاق افتاد.
اطلاعاتی که میشه در مورد بچگیش گفت اینه که وقتی 6 سالش شد قدش به 5.57 صدم رسید. شما نمیدونید که اون چقدر دووم آورد و در نهایت خانوادهش بعد از اوکراین به آمریکا میرفتن چون پزشکای آمریکایی میتونستن رشدش رو متوقف کنن. در غیر این صورت اتفاق ناگواری میافتاد. یه چهره به یاد موندنی. میگن سزار چشمگیرترین چهره رو داره. نه، منظورم سالاد نیست. ما داریم در مورد گایوس جولیوس امپراتور روم صحبت میکنیم. البته داریم از روی مجسمه ها چهرهش رو قضاوت میکنیم. اون واقعا بینی بزرگی داشته. اما هیچ سزاری با مردی به اسم مهمت از اریک ترکیه‌ای قابل مقایسه نیست. اون رسماً ثبت کرده که دارنده بلندترین بینی در دنیاست. اسم اون در کتاب رکوردهای جهانی گینس به ثبت رسیده. وقتی بینی مهمت رو اندازه گرفتن قدش 3.46 صدم اینچ بود. این خیلیه. با این وجود این اندازه‌گیری در سال 2010 اتفاق افتاد. شاید رکوردداران بینی دیگه‌ای رشد کردن. شما هم میتونید کشف کنید. ما میخواستیم به شما بگیم سعی کنید عاشق خودتون باشید. مهم نیست چطور. یادتون نره نظرتون رو به ما که این ویدیو رو براتون درست کردیم بگید.